خر سواری به گم شدن یک خر نمی ارزد. روزی روزگاری مردی بود که دو الاغ داشت، یکی نر و یکی ماده. الاغ ها کم کم بزرگ و صاحب کره شدند و کره ها هم بزرگ شده و کره های دیگری به دنیا آوردند. خلاصه بعد از چند سال مرد روستایی چشم باز کرد و دید که صاحب 10 الاغ شده. اما این میان مشکلی وجود داشت. مرد روستایی دستش تنگ بود و یک گله خر هم خرج داشت، خرج علوفه و سیر کردن شکمشان، و از آن طرف هم هیچ نفعی به مرد نمی رساندن و نه شیرشان و نه حتی گوشتشان به کار نمی آمد. مدتی گذشت تا اینکه مرد با خود فکر کرد این همه الاغ که به درد من نمی خورد، برای بارکشی همون دوتایشان کافی است. خوب است خرها را با خود به شهر ببرم و 8 از آنها را بفروشم و با پولشان چه و چه بخرم و بار آن دوتای باقی مانده کنم و بازگردم. مرد روستایی تصمیمش را گرفت و صبح زود وسایلش را جمع کرد، بر پشت یکی از الاغ‌ها نشست و به سمت شهر راه افتاد. از میان درختان گذشت و از رودخانه عبور کرد و از دامنه کوه بالا رفت و در طول مسیر مشغول خیال بافی بود. اگر 8 خر را بفروشم با پولشان چنین میکنم و چنان میکنم. در همین خیالات بود که شروع شمارش الاغ ها نمود. اما مرد سادلو الاغی را که بر آن سوار بود در شمارشش حساب نکرد و با تعجب دید که تعدادشان به جای 10 عدد 9 تا شده. پس سراسیمه دوباره شروع به شمردن نمود و باز هم خری را که سوار بود حساب نکرد و همان اشتباه نوبت پیش را تکرار کرد. مرد بیچاره باورش شده بود که یکی از خرها گم شده. پس ناراحت از خر پیاده شد، سری به این طرف و آن طرف چرخاند و خرها را خوب وارسی کرد و دوباره بنا کرد به شمردن آنها. اما با کمال تعجب که خرها همان 10 تا هستند و همگی سرمر و گنده سر جایشان ایستاده و به او زل زده بودند. مرد که خیالش آسوده شده بود دوباره سوار بر خر شد و به راه افتاد. چندی که گذشت دوباره خرها را شمرد و دوباره خری که بر آن سوار بود را حساب نکرد. ناراحت و عصبانی از خر پیاده شد و خرها را شمرد و باز با تعجب دید که تعدادشان همان 10 تاست. تعجب کرد و حسابی سردرگم شد. مات و مبهود سوار بر خر شد و ادامه مسیر را طی کرد. چند دقیقه بعد دوباره شور به دلش افتاد و شروع به شمردن نبود و اشتباه 2 مرتبه قبل را تکرار نمود. با سراسیمگی از خر پیاده شد و با عجله خرها را شمرد و دید که همه‌شان سر جاشان هستند. مرد سادلو که حسابی گیج شده بود کلاهش را برداشت و با درماندگی گفت: نمیدانم چرا وقتی سوار خر می شوم یکی از این زبان نفهم ها گم می شود. اصلا می دانی چیست؟ باقی مسیر را پیاده می روم. خر سواری به گم شدن یک خر نمی ارزد. هرگاه داشتن آسایش و راحتی به دادن هزینه و بهای زیاد باشد، طوری که داشتن آن راحتی مقرون به صرفه را نداشته باشد، این مثل به کار می رود.